من تومیا ملاتان باقستانی هستم، به 42 برنامه سیمای مسیح خوش آمدید. به فیض خدا هر جا که تشریف دارید الان در آرامش و سلامتی خداوند هستید. میدونم که نیاز داریم همه ما که آرامش خداوند در این دوران سخت کرونا ما رو در بر بگیره. به فیض خداوند دعا میکنم که اگرم نیازی به شفا دارید و آرامش خداوند همین الان بر شما قرار بگیره. روز گذشته با خبر شدم که یکی از پدران کلیسا، از شبانان، کشیشان و عزیزانی که بسیاری از ما سابقه و تجربه داریم که ایشون رو از نزدیک دیده باشیم و باشون خدمت کرده باشیم، خود بنده و نازنین جان افتخار داشتیم که با کشیش داوود توماس مدت 3 خوردهی در خدمتشون باشیم. بله، تصویرشون رو میبینید، نزد خداوند شتافتن و به حال میدونم که در این روزهای سخت خیلی مشکل هست که خانواده خواهر ما جانت و فرزندانشون رومینا و رامسینا و تمام مؤمنینی که با ایشون تجربه و خاطره دارن در واقع از این دوران بگذرن. پس نیاز هست که برای ایشون دعا بکنیم. میدونم که شنبه که پیش رو هستش مراسمی خواهد بود که ایشون رو در واقع به خاک بسپارن، ولی در حال یاد ایشون باقی خواهد بود. بنده خودم یادمه که وقتی ایمان آوردم ایشون شبان کلیسا بودم و بعدها در آمریکا این افتخار داشتیم در کنار همدیگه مدت 3-4 خدمت بکنیم که به حال خاطرات خوب باقی بمونه. و دعا میکنیم به نام عیسی مسیح خداوند که همین الان مخصوصا خواهر جانت، رامینا و رامسینا دخترشون و خانواده محترم در آمیش خداوند قرار بگیرن و دست قوی خداوند جای ایشون رو برای این دوری موقتی پر بکنن. با امید روزی که بتونیم در حضور خداوند ما عیسی مسیح همه با هم او رو پرستش بکنیم. بله، همینطور روز گذشته روز مادر بود، روز جهانی مادر. تبریک میگم به همه شما مادران عزیز و به مادر خود من نازنین جان همسرم که تا دقایق بعد با ما میپیوندن و دعا میکنیم که خب ما سالی یه بار در آمریکا جشن میگیریم روز مادر رو، ولی به هر حال میشه گفت هر روز روز مادره، میشه گفت که هر هفته باید جشن گرفت. خب خداوند ما در واقع خالق کل هستی، میدونیم که خودش شخصا قلب مادری داره و از این جهت انسان رو به صورت مؤنث هم میبینیم وقتی میآفرینه، اون قلب مادری، اون شخصیت مادری رو در او قرار میده. شاید برای بعضی از مخاطبین ما که حالا از زمینه غیر مسیحی میان این گفتار غریب باشه که حالا ما میگیم خدا مادرم هست، خدا هم پدره، خدا هم مادره و خدا خالق کل هستی. اون قلب مادری رو به بانوان گرامی داده. در فصل سوم کتاب پیدایش وقتی در کتاب مقدس نگاه میکنیم میبینیم که در آیه 20 میبینیم که آدم، یعنی اولین انسان که همسر خودش رو میبینه که خداوند از دنده او میآفرینه، اسمش رو حوا نام میگذاره، که بسیاری معتقدن که معنی نام ایشون زندگی بوده و اولین مادری که روی این زمین در واقع میبینیم که خداوند اجازه میده که به صورت یک خانم مؤنث در دنیایی که امروز حالا ما با میلیون ها میلیون کروها کرو مادر روبرو هستیم میبینیم اونجا دیده میشه. آقای بیلی گراهام میگوین که فقط خدا خودش کاملا تأثیر مادر مسیحی را در شکل‌گیری در شخصیت فرزندانش ارزیابی میکنه. خیلی جالبه که این واعظ معروفی که تازگه نزد خداوند رفتن میبینیم که همین گفته رو گفتن که چگونه شخصیت خدا توسط اون قلب زیبایی که داره در فرزندانش قرار میگه. و دیل مودی واعظ معروفی که بسیار از ما مسیحا گفتار ایشون رو میشناسیم و نوشته هاشون رو میخونیم، میگن تأثیر و برداشتی که مادر در مادر دعا کننده بر فرزندان خودش میگذاره مادام العمر هستش. حالا میخواد اون تأثیر منفی باشه، میخواد مثبت باشه، مادام العمر هستش. شاید وقتی ایشان از این دنیا برون دعای این مادر مستجاب بشه و ما دیدیم مادران که حتی وقتی از این دنیا رفته خداوند فیض داده که فرزندانشون محبت مادر رو تجربه کردن و آنچه رو که مادر در قلبشون گذاشته. پس مقام و شخصیت مادر خیلی والا هستش. میدونم که ما ایرانی‌ها خیلی برای مادرای خودمون احترام قائل هستیم و از بچگی یاد گرفتیم و چقدر خوشحالیم که چنین بزرگواران رو هنوز در اطراف خودمون. دعا میکنم اگه مادر شما
امروز بین شما نیستش، واقعا خداوند شما تسلی بده. خب میریم با همدیگه و کلیپی رو از کشیش روبرت نگاه میکنیم. روبرت جان خیلی ممنونم که این کلیپ رو تهیه کردید، در دو بخش خدمتتون در هفته‌های آتی نشون خواهم داد. در این کلیپ ما می‌بینیم که مادری که خدا رو ملاقات کرده، اولین دوست خودش که فرزندانش هست رو به راحتی میتونه نزد خدا رهبری کنه. البته ایشون راجع ملاقات با خدا صحبت میکنه. این کلیپ تماشا کنه، برمیگردم در خدمتتون هستم. کلیپ کشیش روبرت رو نگاه کنه با هم باشیم. خدا همیشه در طول تاریخ به دنبال شخصی بوده که او رو ملاقات بکنه و روح خودش رو در او قرار بده. تمام زنان و مردانی که به خدا ایمان آوردند از جانب خدا ملاقات شدند. عزیزان تصور می‌فرمایید که ملاقات خدا با ما در چه زمانی صورت می‌پذیره؟ در کتاب آموس نبی باب 4 آیه 12 خداوند می‌فرماید: ای قوم خدا، خیشتن را مهیا ساز. امروز ما میتونیم اینطور بگیم: ای کلیسای خداوند، خود را آماده کن تا با خدای خود ملاقات نمایی. عزیزان ملاقات با خدا زمانی انجام میپذیره که ما آماده باشیم. آیا ما امروز با این آمادگی به حضور خداوند آمدیم؟ ما آماده هستیم؟ خدا رو شکر. من و شما باید با آمادگی به حضور خداوند بیاییم. عزیزان کافیه که ما با اشتیاق و تشنگی به حضور خداوند اومده باشیم تا کلام او رو بشنویم. فراموش نکنیم که خدا احتیاج به آمادگی نداره. او همیشه آماده است و در هر لحظه میتونه که ما رو ملاقات بکنه. از یاد نبریم عزیزان، خیلی مهمه که بدونیم تا زمانی که خدا ما رو ملاقات نکرده هیچ کاری در ما صورت نمیپذیره. من خودم یک مسیحی زاده هستم و از سن 5 سالگی تا 26 سالگی یعنی به مدت 21 سال در کلیسای حضور داشتم و رهبر جوانان کلیسا بودم، رهبری پرستش کلیسا رو به عهده داشتم، موعظه می کردم، تعلیم می دادم، اما متاسفانه هیچ ملاقاتی با خدا نداشتم. بعد از اون به کلیسای دیگری رفتم و خوشبختانه فقط بعد از 4 جلسه قلب خودم رو به خداوند سپردم، ملاقات شدم از جانب خدا و زندگی من متحول شد و نجات یافتم و از اون مدت 40 ساله که میگذره. عزیزان اگر فکر میکنید و یا احساس میکنید که تأخیری در ملاقات خدا با ما انجام گرفته، باید توجه داشت که این تأخیر از جانب خدا نبوده، بلکه به دلیل عدم آمادگی ما بوده. عزیزان ما آماده ملاقات نبودیم تا از جانب خدا ملاقات بشیم. خیلی سپاسگزارم کشیش روبرت عزیز، دوست خوب من. ایشون در موقعیت که زندگی میکنم ممکن نیستش که در این ساعت با ما باشن، این کلیپ رو فرستادن و بازم برنده به فیض خدا از ایشون کلیپ ها رو دریافت کنم. چقدر قشنگ زیبا گفتن که واقعا ملاقات ما با خدا چقدر مهمه. این روزا که ما راجع بانوان و مادران صحبت میکنیم، واقعا مهمه که یک مادر حقیقتا خداوند ملاقات کنه، چرا که اگر ما خدا رو ملاقات میکنیم، مادران و پدران، ما میتونیم آنچه که خدا تو زندگیمون کرده به دیگران بگیم. روبرت جان گفتن که من در یک خانواده مسیحی زاده به دنیا آمدم، ولی
در یک بره از زمان خداوند رو ملاقات کردم. بریم با هم یک کلیپ دیگه رو از یک مادر نگاه میکنیم که برای ما فرستادن، نمیتونیم اسمشون رو بگیم ولی خیلی زیبا و عالی میگن چگونه خداوند تو زندگیشون عمل کرد. نگاه میکنیم، برمیگردیم، با ما باشید. مهمان عزیز ما صابخونه رو نازنین جان رو با هم خواهیم داشت. جای نرید. با سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، من یک شهادتی داشتم که عیسی مسیح بچه خواهر منو از مرگ نجات داد. این پسر خواهر من 24 سالشه و از وقتی که به دنیا اومد یه مشکلات روحی روانی داشت و متاسفانه پدرش هم در 6 سالگی از دست داد. به هر حال به یه جایی رسیده بود که زیاد دوست نداشت زنده باشه، با این حال که به مادرش میگفت که من خدا رو جستجو میکنم، ولی متاسفانه دو بار خودکشی کرد و بار دوم در خونه خودش رو دار زده بود. ولی خواهر من به اجازه خدا، به نمیدونم چی بگم، این واقعا خدا انقدر بزرگی به دلش انداخت که بره سر بزنه تو اتاق و رفتید که بله خودش رو دار زده. به هر حال بلافاصله این تنابو پاره کرد، اینو بردنش بیمارستان و بیهوش بود به مدت 2 روز و خانواده من به من خبر دادن. ولی چون که من ایمان خیلی خاصی به عیسی مسیح پیدا کردم و میدونستم که اگر از عیسی مسیح چیزی رو بخوام روی من زمین نمیدازه، بلافاصله دعا کردم و این به ذهنم اومد که عیسی مسیح اون بیوه زن پسرش رو از دست داده بود، مرده بود و زنده کرد، پس میتونه این بچه خواهر منم دوباره به زندگی برگردونه. بلافاصله به تمام دوستانم که مؤمن بودن، مسیحی بودن و حتی یا دینای دیگه داشتن پیام دادم که لطف کنی کمک کنی و باید که دوستانم که چه گروه دعای مسیحی هستش تماس گرفتم و از شانس این بچه، اینا گروه دعا با همدیگه 15 نفر بودن که همون موقع باید یک جلسه رو اجرا می کردن و این دوستم مطرح کرده بود و اینا براش دعا کرده بودن و می گفتش که بعد از اینکه دعا تموم شد ما 15 نفر با همدیگه شور کردیم و گفتیم چی دیدیم و همشون گفته بودن که ما دیدیم که این بچه داره تو تونل مرگ میره و به اسم عیسی مسیح برش کردیم. هللویا. من نمیدونم چجوری میتونم این شهادت رو بدم که این جلال خدا رو به شما نشون بدم، ولی واقعا خدا همه چیز ما رو میدونه و از همه چیز ما آگاهه. گفته مرا بخوانید تا بهتون جواب بدم. ما خواستیم و این بچه برگشت و جالب این بود که خواهر من خیلی به چیزی ایمان نداشت، خدا رو هم حتی خیلی قبول نداشت و با دعا کردن همین گروه دعا در چند روز قبلش، یعنی دقیقا شاید 2 روز قبلش، خواهر من از تمام این دپرسیونش، تمام ناراحتی شفا پیدا کرد و خودش با دست خودش این تناب رو پاره کرده بود. بچهش جلوی چشمش داشت جون میداد، ولی به من زنگ زد گفتش که من انقدر آرومم، اون کسی که به تو گفته که من شفا پیدا کردم، من شفا پیدا کردم و الان حتی اگه بچه‌م بمونه یا بمیره میدونم که خواست خداست. هللویا. واقعا من از خدا ممنونم، از عیسی مسیح ممنونم که در زندگی من وارد شد، که من مسلمون بودم در سن 52 سالم بود که در زندگی من وارد شد و منو نجات داد. امیدوارم که همه ما رو نجات بده و واقعا امیدوارم همه کسایی که ناامیدن، مریض دارن، فقط دستشون رو به سمت عیسی مسیح دراز کنن، برای اینکه هممون حاجت روا میشیم. از همتون ممنونم که شهادت من گوش کردین و امیدوارم روزی بشه که همه جوونا مسیحی بشن و در راه مسیح قدم بردارن. هللویا. خیلی ممنونم ازت. واو، خدا رو شکر برای کارهای عظیم. و چه خوبه که وقتی یکی از ما خداوند ملاقات میکنه این گونه میتونه مؤثر واقع بشه. وقتی ما خداوند رو میبینیم در زندگی، اگر خانم هستیم، اگر آقا هستیم، نه فقط هدفی برای زندگی رو پیدا میکنیم که این گونه میتونیم بیام رو خط و شهادت بدیم، بلکه میتونیم در واقع مؤثر واقع بشیم. خب راجع به آمده رو خط صحبت کردم، تلفن برنامه رو نگفتم من، چون در واقع فکر ما مشغول شد به اینکه کشیش داوود دیگه بین ما نیستن و روز مادر هست و اینها، ولی تلفن های برنامه من رو میدید شما، 201-347-464-3000 هست، میتونید تماس بگیرید. حتی در حینی که ما برنامه رو اجرا میکنیم عزیزان پشت خطا هستن، میبینم که در صفحات اجتماعی شبکه محبت هم دوستان خوب ما داره همکاری میکنن، زحمت میکشن. میتونید تماس بگیرید، بگید من درخواست دعا دارم، اگر یه نسخه کتاب مقدس میخواید بهشون بگید، حتما به شما جواب میدم و اگر میتونیم براتون دعا بکنیم حتما این کارو میکنیم. خب واقعا عالیه کار خدا. ما نمیخوایم وقت نازنین جون رو بگیریم، همسر گل بنده که خیلی هم دوستش دارم. خیلی ممنون نازنین جون که پذیرفتی در خدمتتون باشیم. بله بله، بفرمایید. روز مادر یه بار دیگه به شما مبارک باشه نازنین جان، اگر میخواد به دوستام رو تبریک بگید. مرسی.
مرسی، منم درود میگم به شما و بینندگانتون. خدا رو شکر میکنم بر این فرصت که باز میتونم با شما باشم در این روز مبارک. البته دیروز بود روز مادر، ولی همچنان ادامه داره. خوشحال ما مادرها. آره واقعا من افتخار دارم دوستان عزیز، 30 ساله که با نازنین جان زندگی میکنم، چند وقتی میشه 30 سال، و در این 30 سال شاهد بودم که ایشون چه مادر زحمتکشی هستن، در واقع نه فقط همسر وفادار هستن که کم پیدا میشه در این دور زمانی که آقا یا خانمی وفادار باشن، ولی اینکه چگونه محبت میکنن نه فقط فرزندانو بلکه کلیسای خداوند. پس من فکر کردم چقدر خوب میشه که امروز ایشون خودشون بیان و در خدمتشون باشیم. ما پس جالبی داریم، مطالب جالبی رو با هم نگاه میکنیم. نازنین جان، من فکر کنم قبل از که ما بریم جلوتر و راجع به در واقع آیاتی که میخوایم پخش کنیم و صحبت کنیم بریم جلوتر، برای مادران دعا بکنیم، چرا که ما نمیدونیم. ما حالا لبخند میزنیم، عزیزان میگن شما از هیچ خبر ندارید، ولی میدونم که مادرای هستن که تحت فشارن، شاید تنها هستن، شاید دردمند هستن، شاید داغ دیده هستن، مثل خواهر جانت که اشاره کردیم که امروز کشیش داوود رو دیگه ندارن کنار خودشون، ولی واقعا در این اپیدمی که در جهان هست خیلی فشار دیگه. چطور شما به عنوان بانو، به عنوان مادر دعا بکنید و همه ما دعا متحد بشیم. دوستان عزیز، اگر تلویزیون نگاه میکنید، ماهواره، اگر از طریق شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنید، اگر نیاز به دعا دارید، نازنین جان دعا میکنم ما متحد بشیم. آمین. پدر جان به حضورتون میاییم و مادران عزیز رو به حضورتون میاریم. خداوند میدونی مادرایی هستن که دل شکستن، شاید جوونشون رو از دست دادن خداوند و دلشون شکسته، فریاد میزنن خداوند. دعا میکنم که تو جواب بدی، تو تسلی بدی ای روح القدس خداوند. مادرایی هستن شاید بچه هاشون مریضن، شاید بچه هاشون معتادن، شاید بچه هاشون گم شدن، از خونه رفتن. خداوندا مادران رو لمس کنه خداوندا، دل شکستشون رو شفا بده، دعاهاشون رو جواب بده، بچه هاشون رو شفا بده، سلامتی بده، آزادی بده ای خداوند. دعا میکنیم خداوندا برای مادرایی که مریض هستن، خودشون زمینگیر شدن خداوند، شفا و سلامتی تو رو میطلبیم تا اینکه برگردن به پا بیستن و بتونن بچه‌هاشون رو خدمت کنن خداوند. هللویا، متشکریم که مسیح جان تو ما رو فراموش نکردی، حتی در سختی ها و تنگی ها با ما هستی خداوند. بله، و بقیه خدا. این ساعت رو به تو میسپاریم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین آمین آمین. خیلی ممنون. اگر باز نیاز به دعا داشتید عزیزان، تماس بگیرید، دوستان من جواب بدن، پشت خطا هستن و در خدمت شما خواهیم بود. خب نازنین جان، ما 3 آیه داریم که میخوایم روی صحبت کنیم در پیرامون مادران. با همین کلیپ در واقع آیات رو نگاه میکنیم، بر میگردیم راجع به این آیات بیشتر با شما صحبت میکنم و سوالی که خدمت رو دارم مطرح میکنم. به به، چه آیات زیبا و چه موزیک قشنگ ایرانی. خب آیات زیاد هستن، اگه بخوام راجع مادرها صحبت کنم، تو که در آیه آخری و راجع پدرم اشاره شده که به زودی روز پدرم خواهیم داشت، ولی در بین این همه آیات فکر کردم که 3 آیه رو بتونیم با هم صحبت کنیم. نازنین جان، آیه اولی که با هم نگاه میکنیم امثال سلیمان هست، فصل اول آیات 8 و 9، که سلیمان نبی و حکیم میگوید که پسرم تعلیم مادر خیش را ترک من، اما زیرا تاج بر سرت و جواهر بر گردنت خواهد آورد. خب این راجب چه تعلیمی صحبت میکنه؟ آیا وقتی میگیم در واقع تعلیم مادرتو فراموش نکن، به دقیقا چه چیزی رو باید یه مادر در نظر داشته باشه؟
خب اولا باید بدونیم که در اون موقع در عهد عتیق کتاب مقدس نداشتن و تنها چیزی که در دسترسشون بود تعلیم مادر و پدر بود، تعالیمی بود که از نسل قبل ادامه پیدا می کرد و همین جوری دهن به دهن نسل به نسل می گذشت. پس کتاب مقدس نداشتن و آنچه که بچه ها می تونستن یاد بگیرن از مادرشون بود، از پدرشون بود و بیشتر مادر، چون بیشتر با مادر در منزل وقت صرف می کردن. پس اینجا میگه پسرم تعلیم مادر خیش رو فراموش نکن. پس آنچه که یاد گرفتی از مادرت فراموش نکن، به یادت بمونه. و خب تعلیمی که داره راجبش صحبت میکنه تعلیم احکام کتاب مقدسه، احکام خداست، یا میتونه ده فرمان باشه، میتونه احکامایی باشه که خدا به موسی گفته که اگه اطاعت کنی برکت پیدا میکنی، اگه نافرمانی کنی خب برکتی نخواهد بود در زندگی. پس میگه این تعلیم و این تعلیم خداگونه رو اینو همیشه به یاد داشته باشه. درسته. به فکر در زندگیت همچنان اینو به یاد داشته باش، تعلیم کلام خدا. آره نکته مهمیه، چون وقتی ما به عهد عتیق مراجعه میکنیم میبینیم که موسی به قوم میگوید که چقدر مهمه که آنچه رو که از خدا یافتید بچه هاتون منتقل بکنید و طبیعتا کلام خدا به ما یادآوری میکنه. هر تعلیمی هم نهد به بچه ها داد دیگه. در این دنیایی که ما زندگی میکنیم متاسفانه تعلیم غلط هم وجود داره، گاهی وقتا در منازل میبینیم، ولی اشاره. ولی وقتی میگه تعلیم خداوند رو ترک مکن و بعد اشاره میکنه که برای سر تو یا به گردن تو واسه مثل تاج و جوار هست، به چه چیزی اشاره میکنه؟ چه اتفاق میفته؟ خب تاج زیبا، ما میدونیم که تاج نشانه برکتیه، نشانه یک شاه تاج به سر میکنه. درسته. و این برکت، این زیبایی این تاج رو که میبینیم. پس وقتی میگه تاج زیبا، یعنی وقتی فکرت فکر مسیح باشه، وقتی این احکام در فکر تو حک شده باشه، همه چیز از فکر شروع میشه. پس زندگیت هم زیبا میشه، زندگیت هم این افکار در اعمالت نشون داده میشه. پس وقتی که خب این احکام وقتی که در فکرت حک شده، وقتی این تاج رو به سرت کنی، به طور مثال دروغ مگو. خب ما میدونیم که همه ما میدونیم دروغ بده، این احکام رو یاد گرفتیم، ولی این یه چیز دیگه است وقتی که در فکر شما، در شخصیت شما این حک شده باشه، این جزء وجود تو باشه. پس تو هر شرایطی تو میدونی که نباید دروغ بگی، این دیگه خود به خود انجام میشه، این دیگه یک حکم نیست بلکه جزء وجود توه. یا اینکه دزدی نکن. خب طبیعیه که وقتی یه جایی میری دزدی نخواهی کرد. چرا؟ چون این دیگه کسی نباید دیگه با تو گوش صد کنه. برای همینه کلام خدا میگه که وقتی که از بچگی به فرزندانت این تعلیم رو بده، چون وقتی بزرگ شدن دیگه از یادشون نمیره. چرا از یادشون نمیره؟ چون یه تاجیه بر سرشون، یک جزء فکرشونه، جزء زندگیشونه. دیگه دزدی نمی کنن. دیگه اگه جایی برن همه به اون شخص اعتماد دارن. چرا؟ چون مطمئنن که این شخص دروغ نمیگه، در ناراستی زندگی نمیکنه، حسود نیست، دزدی نمیکنه. این احکام رو از بچگی از مادرش یاد گرفته و جزء وجودش شده. و بعد میگه که بر تاج زیبا بر سرت و جواهر بر گردنت. جواهر، من یادمه تو هند
میدونین که وقتی میخوان یک بزرگتر رو احترام بذارن یا از یک کسی قدردانی کنن، یک گردنبند گل بهش آویزون میکنن. بله بله. وقتی که ما دیدیم که میخوان یک بزرگی وارد کشورشون میشه، با گلهای مختلف میان و این گردنبند گل رو رو گردنشون میندازن. این نشونه نه فقط زیبایی بلکه نشونه احترام، نشونه قدردانیه. و اینجا وقتی میگه که جواهر برگردنت، یعنی این که تو نه فقط ظاهرت زیباست بلکه باطنت زیباست، یعنی انجام احکام خدا یا اطاعت از مادر به تو زیبایی میده، زیبایی ظاهری، زیبایی رفتار، دلت زیبا میشه و این زیبایی مشخصه برای هر همه مردم. میدونیم وقتی که ما خب از احکام اطاعت میکنیم، وقتی که مردم میتونن به ما اعتماد کنن، وقتی بچه های ما نمونه هستن در مدرسه یا در جاهای مختلف، وقتی مردم تحسین میکنن بچه ها رو، یک زیبایی برای مادر، نه؟ بله. یک افتخاره. ما چقدر افتخار میکنیم مثلا بچه‌مون شاگرد اول شده، بچه‌مون چه هنرهایی داره یا چه مؤدبه، بچه‌مون یک افتخاره، یک زیباییه برای اون خانواده. و نه فقط تاج زیباست، جواهر زیباست برای اون فرد بلکه برای خانواده. و خدا رو شکر برای مادرانی که اینجور بچه ها رو تربیت کردن و تحویل جامعه دادن. ما خیلی هاشون رو میشناسیم و این زیبایی رو میبینیم. واقعا هم همینطور. یعنی من فکرم کلیدی که تو این آیه وجود داره تعلیم خداونده. ما گاهی وقتا فکر میکنیم بچه ها تعلیم پذیر نیستن، گوش نمی کنن، یا مثلا اگه من میگم چه فایده داره، ولی پولس رسول بعدن به تیموتائوس شاگرد خودش میگه که آن ایمانی که در تو هست و اون خدمت که داره انجام میدی، علتی که باعث شده تو به اینجا برسی به خاطر مادر و مادر بزرگت هست که سالا زحمت کشیده. ما ببینیم که بانوان زیادی بودن. یعنی یک از چیزایی که ما در کلام خدا میبینیم که همیشه وجود داره، بانوانی هستن که فرزندان خودشون رو صحیح و درست تربیت کردن بر اساس فرامین کلام خدا. کلام خدا واقعا هر جا بره چنان که مسیح میفهمد بی ثمر بر نمیگرده. خیلی آیه قشنگه. من یاد این آیه افتادم که پولس رسول در رومیان میگوید که فکر خود رو تبدیل بدید. ما میدونیم که فکر ما با کلام خدا تبدیل میشه. طبیعتا پدرم باید این کارو بکنه، ولی همونطور که گفتی چون در فرهنگ شرقی مادران حتی الان هم که بیرون کار میکنن زحمت میکشن مثل شما، در واقع بیشتر با بچه‌ها سر کار دارن و سرمایه‌گذاری میکنن، فرصت اینو دارن که اون قلب مادری رو که خداوند در بانوان قرار داده رو بتونن به بچه‌های خودشون منتقل بکنن، مثلا در قسمت تعلیم کلام خدا. خب خیلی زیبا گفتید، من دیگه میرم آیه بعدی چون دیگه واقعا چیزای جالبی رو عنوان کردید. آیه بعدیمون که نگاه کردیم مزمور 113 آیه 9 هستش. میگوید خداوند با بخشیدن فرزندان به زن نازا، عزیزانی که شاید در اون زمان نازا بودن و یا الان ببینیم افرادی که این قابلیت رو ندارن، به زن نازا او را خوشحال و سرفراز می‌سازد. خداوند را سپاس باد، اشاره میکنه که جلال از آن خداوند او باید ستوده بشه. خب این وعده خدا به یک مادر نازنین جان نشانه چی هستش که حالا این بعضی ها این فرصت داشتن، این موقعیت داشتن که بچه های زیاد داشته باشن، بعضی ها نداشتن و خدا میخواد این معجزه رو بکنه. حالا از نظر روحانی هم بعضی از خانوم هستن مثل شما که دارن دیگران خدمت میکنن، اشاره به چی میکنی آیه؟ البته این مزمور اشاره به حنا میکنه که میدونیم حنا نازا بود و خیلی درسته. دعا کرد و خدا او رو ملاقات کرد و به او فرزندی داد. و میدونیم تو عهد عتیق نازا بودن یک لعنته و درسته. فرزند داشتن یک برکته. پس اینجا میبینیم که وقتی که در مزمور خداوند میگه که
به زن نازا شادی میده، او رو خوشحال میکنه. ما سرود حنا رو میدونیم که وقتی که فرزند یا خدا بهش میده چه سرودی برای خدا من میسرایه، چه لذتی میبره، چه شکرگزاری میکنه، چه شادی میکنه در حضور خداوند. چرا؟ چون خداوند اون ننگو از او برداشته یا اون لعنتو از او برداشته. پس اینجا خیلی زیبا این وعده خداوند به مادرانه و به همه، او برای ما لعنت شد و اینو ما تو انجیل میبینیم که عیسی مسیح رفت روی صلیب و برای ما لعنت شد، لعنت های ما رو به خودش گرفت تا اینکه ما برکت یافته باشیم. و این وعده خداست، این قول خداست. خدا قول داده که شما لعنتی نیستید، شما فرزند من هستید، شما فرزند برکت هستید. و متاسفانه میبینیم زنانی تماس میگیرن که درخواست دعا دارن، نمیتونن فرزند داشته باشن و التماس میکنن برای فرزند. میخوام اینجا بهشون بگم که شما برکت یافته خداوند هستید. آمین. خداوند دعاهای شما رو شنیده و دیر نیست و به او اعتماد کنید. خداوند آرزوی دلتون رو بهتون میده. این وعده خداست، این شادی خدا برای شماست. میدونید خدا لذت میبره که ما رو خوشحال کنه و اراده خداست، خواست خداست که ما خوشحال باشیم. خدا خدای افسردگی و نمیدونم گوشه‌گیر و ناراحتی نیست. خدای ما خدای شادیه و کتاب مقدس وقتی میبینیم همه جشن ها برای اینکه قوم شادی کنن در حضور خدا، خدا لذت میبره وقتی که فرزندان شاد هستن. پس این قول رو داده که وقتی که به شما فرزند میده شما رو خوشحال میکنه. این یک قوله که شما رو شاد کنه. آره، برای من جالب این آیه، یاد این جمله ایرانی ها میفته. اگه یاد باشه ما ایران که بودیم خیلی ایرانی این لغت رو استفاده میکنه، جمله رو که خداوند بخشنده و مهربانه. ایرانی ها اینو فهمیدن که خدای ما بخشنده. و در همین آیه هم اتفاقا به نظر من میتونیم ببینیم که خدا قلب مادری داره، خدایی که ما رو دوست داره، نه فقط میخواد یک فرزند جسمانی آبده. بعدا میبینیم که در انجیل فرزند روحانی خودش رو، عیسی مسیح رو به ما میده که برای گناهان ما میره. و چقدر نکته مهمه که واقعا خدا رو ما خدایی بشناسیم که خسیس نیست، خدایی نیست که میخواد چیزی رو از ما بگیره. بعضی از ما میگه خدا این فرزند رو از من گرفت، این همسر رو از من گرفت. اینطور نیست. خدا در پی این هستش که حقیقتا ما رو خدمت کنه و محبت کنه. آیه سومی که با هم نگاه میکنیم، میریم بعد این کلیپ نگاه میکنیم برمیگردیم، تصدیه با 5 آیه 16 هستش که خدمتتون گذاشتیم اگر ابتدای برنامه بودید. پدر و مادر خود را احترام نما. باز دوباره به هر دو اشاره میکنه، زیرا این فرمان خداوند خدای توست. اگر چنین کنی در سرزمینی، داره به قوم اسرائیل میگه، در سرزمینی که خداوند خدایت به تو خواهد بخشید، عمری طولانی و پربرکت خواهی داشت. خب راجع به این آیه صحبت کنیم نازنین جون، که این میدونیم که یکی از فرامین خداست دیگه، چیز نداره، ردخور نداره، باید انجام بشه. خب اشاره به چی میکنه؟ من زیر این قسمت رو خط کشیدم برای خودم، زیرا این فرمان خداوند خدای توست. خب ببین، احترام کردن، این حکم جزء احکام خداست و جزء 10 فرمانه، احکام اساسی خداست. درسته. و این اولین حکمیه که هم حکم رو میده هم وعده رو میده. پس بله، احترام کن. وعده اینه که ایام عمر طولانی خواهد شد. پس احترام کردن البته خیلی مهمه که ما همه رو احترام کنیم، مخصوصا بزرگتران رو احترام کنیم، پدر مادران رو احترام کنیم، اونهایی که صاحب منصب هستن احترام کنید. احترام
برای یک شخص مسیحی خیلی واجبه، خیلی مهمه که دیگران رو احترام کنیم. ولی به طور خاص میگه که پدر مادر خودتو احترام کن، چون در اون برکت هستش، چون که خداوند اونها رو قرار داده تو زندگیمون. حالا احترام، من میدونم که خیلی ها حالا سوال کنن که پدر من منو ابیوز کرده، منو آزار رسونده، چطور من او رو احترام کنم، یا مادرم گذاشته رفته. خیلی اونها هم انسان هستن، پدر و مادرم انسان هستن، پدر و مادرم اشتباه میکنن، ولی وظیفه فرزند اینه که احترام کنه اونها رو، نه اینکه بپذیره، نه اینکه اطاعت کنه اگه به اونها زور میگن و اونها رو وادار به گناه بکنه. متاسفانه الان در خانواده های اسلامی چه چیزهایی ما میشنویم که پدر به دخترش تجاوز میکنه، یا پدر بچه هاش مجبور میکنه برن تو خیابون گدایی کنن، دزدی کنن و چیزهای خیلی بدی رو میشنویم. ولی به عنوان یک فرزند، به عنوان یک فردی که خداشناسه، باید مواظب باشیم که اطاعت نکنیم چیزهای اشتباه رو، از اونها فرار کنیم، ولی احترام کنیم، ببخشیم و اونها رو احترام بذاریم. و اینجا طول عمر وقتی که صحبتشو میکنه، در قدیم یک برکتی بود وقتی که میگفتن که فلانی 100 سال عمر کرد، 80 سال عمر کرد، یعنی خدا با وی بود انقدر عمر طولانی کرده. ولی امروزه ما میبینیم که فیض خداوند فراتر از ایام عمره. عیسی مسیح تو انجیل چی میگه؟ انجیل یوحنا میگه من اومدم به شما حیات بدم و این حیات هرچه افزونتر. پس حیات خداوند در زندگی های ما فقط طول عمر نیست، بلکه کیفیت اون عمره. یعنی ما الان که عمرمونو چطور میگذاریم؟ آیا با شادی میگذارونیم؟ با خوشی میگذارونیم؟ اون کیفیت زندگی ما که عیسی مسیح اومده که اون زندگی رو پرمعنا کنه برای ما، پر از برکت کنه، پر از خوشی و شادی کنه برای ما، این رمزه. پس هرچی بیشتر ما بزرگترانمونو احترام میگذاریم، و همونطور که گفتم احترام به این معنا نیست که از گناهانشون اطاعت کنیم یا پیروی کنیم، احترام یعنی این که احترام بگذاریم، محترم بدونیم اون شخصو و حتی بشارت بدیم، براشون دعا کنیم که توبه کنن، به راه راست بیان. و هرچی بیشتر احترام میگذاریم و فروتن میشیم، وقتی که دیگری رو احترام میگذاریم، یعنی دیگری رو بلند میکنیم و خودمون در برابرشون فروتن میشیم. البته باز فروتنی هم یه بحث جداییه که تو سری خور نیست یک فروتنی، بلکه شخصیت مسیح در ما دیده میشه. و وقتی ما احترام میکنیم، کیفیت عمرمون، کیفیت زندگیمون، روزهای زندگیمون خیلی با خوشی و شادی و سلامتی و پرمعنا خواهد، از کیفیت همون حیات عیسی در زندگیمون خواهد بود. خیلی جامع و کامل گفتید، واقعا خیلی مهمه که ما بدونیم که اگر عزیزی، حالا پدر یا مادر در این کیسی که ما داریم صحبت بکنیم، در راه اشتباه میره، لزوما ما راه اشتباه بریم، میتونیم صحبت بکنیم. میدونم که در این دورانی که ما زندگی میکنیم، نسل جدید به راحتی اگه چیزی رو اشتباه میبینه بیان میکنه، ولی احترام باید همیشه باشه، چون خداوند گفته. و که به مادر و پدر نگاه میکنم، یاد این آیه میفتم که پولس رسول در افسوسیان میگه خداوند بخشید شبانان، رسولان، معلمین. و که خدا پدر مادر رو به ما میده، یک لطفه. دیروز ما در کلیسا که بودیم
اون دوست عزیز که موعظه میکنه میگه من بچه بودم مادرم از دست دادم. چقدر سخته که واقعا اون هدیه که خدا داره رو دیگه کنار خودم نشته باشیم، ولی مهمه که احترام بهشون بذاریم و اونها رو قبول کنیم. میدونم شما این کار رو با مادرتون خیلی خوب انجام دادید، من از شما یاد گرفتم. دوستان عزیز میریم کلیپ از دکتر شایسته نگاه میکنیم. ما چند هفته از دکتر شایسته کلیپ کوتاه نشون دادیم که پیرامون ملاقات ما با خدا است. نگاه بکنیم با هم دیگه میبینیم که خدا شخصا دوست داره انسان رو نجات بده. برمیگردیم ما پس خودمون از اینجا ادامه میدیم. جای نرید. خدا دوست داره که شخصا انسان رو نجات بده. شیطان بالاترین شخصیت ناعادل بر روی زمینه و انسان رو در بند خود گرفته. اگه چنینه، پس چه کسی میتونه انسان زنجیر شده رو از چنگال شیطان و گناه نجات بده؟ آیا انسان زنجیری میتونه خودش رو از بند شیطان نجات بده؟ نه. اولا اینکه انسان در بند یک زندان روحانیه و یک زندانی نمیتونه خودش رو آزاد کنه. دوم اینکه شیطان رئیس زندانه، از انسان تواناتره، از انسان خوششم نمیاد و تازه به نجات آزادی انسانم باور نداره. انسان نمیتونه خودش رو نجات بده. انسان به خدا نیاز داره که تا خدا شخصا بیاد و او رو نجات بده. وقتی هم که خدا میاد و تو رو نجات بده، یعنی اینکه او دیگر از چشم تو پنهان نیست. اگه دین شما بگه که انسان با عمل نیک خود میتونه خودش رو از شیطان نجات بده، اون دین گمراه کننده است. زیرا اگه انسان از نظر روحانی نجات یافته نیست، با این وضع بی خدایی نمیتونه کار نیکوی آسمانی که خدا رو خوشنود میکنه انجام بده. او باید اول به خدا اجازه بده خدا او رو از شیطان نجات بده تا بتونه بعدن کار نیکو انجام بده. خدا منبع عشق و عدالته. شما عملا نمیتونید فکر و سخن و کار عاشقانه و صمیمی نسبت به خدا داشته باشید مادامی که ابتدا در عشق و عدالت او ساکن بشید و با او وصلت کنید. به عبارت دیگه، عمل شما ربطی به خدا نخواهد داشت مگر اینکه به او رسیده باشید و رابطه اتون با شیطان و گناه قطع شده باشه. پس اولین کار خدا اینه که انسان رو آزاد کنه. در نزد خدا آزادی انسان از شیطان و گناه اولین کار نیکه. پس قبل از اینکه ما بتونیم کار نیکوی آسمانی انجام بدیم، نیاز داریم که به آزادی و نجات روحانی رسیده با خدا وصلت کنیم. به به، چه خدای خوبی داریم واقعا. خدایی که قلب مادری رو به ما یاد میده. او پدر هست ولی مثل یک مادر دلسوز. و کلام خدا میگه، میگه که او مثل یک مادری مواظب بچه خودشه، فرزندان خودشه. چقدر خدای خوبی داریم. نازنین جان من سوالایی دارم ولی به من میگن رو خط عزیزی هستن که نمیخوام نگاهشون داریم و تلفنشون زیاد بشه. بیشتریم بعد ادامه میدیم با عزتون. بفرمایید عزیزی که رو خط هستید، در خدمتتون هستیم. میشتم اگر مطلب دعایی هست، اگر چیزی میخواد اضافه کنید کم کنید. سلام کیشی جان. درود باش. حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. مرسی. شما؟ آرزو هستم. بفهم آرزو جان. آرزو هستم. برادر من درخواست دعا دارم. مشکلات مالی زیاد دارم. من که این روزا هم بیکار هستم.
یه جا به جایی دارم برای منزل و من هزینه اون هزینه ای ندارم برای اجاره کردن یه منزل دیگه ای. میخوام که تو این قسمت مالی برام در دعا بیستین. حتما حتما به نام مسیح دعا میکنیم خداوند از درهایی که منتظرش هستید براتون کار عظیمی بکنه و مکانی مناسب رو خدا به شما بده که بتونید بیاید شهادت بده که بله برای من دعا شد و به نام عیسی مسیح الان در مکان خوبی هستم. برکت تو میده مارزه جان. مرسی تماس گرفتی عزیزم. خدا نگهدار. باشه ممنونم. خدا نگهدار. زنده باشید. ناصر جان من سوالی که خدمت شما دارم این بود که نمونه از ملاقات یک بانو با خداوند رو نام باید که در کتاب مقدس هستش. حالا مادران میدونم یه اشاره هم کردید ولی دوستی به نام محمد اینجا دارن مینویسن که مفکرم مربوط میشه بتونیم نمونه بیاریم. میگن که وقتی مریم مادر عیسی آمد به عیسی گفتش که آب رو به شراب تبدیل کن، چرا مسیح بهش گفت ای زن؟ چرا بهش نگفت ای مادر؟ اگه بتونید این دوتا رو با هم جواب بدید خیلی خوب میشه. میشنویم. سوال خیلی خوبیه چون که اونجا به عنوان یک مادر از پسرش نخواست کاری بکنه، به عنوان یک زن از خدا، از پسر خدا انتظار معجزه داشت. میدونین؟ پس یک خواهش مادرانه نبود و عیسی مسیح هم به عنوان یک زن یا یک فرزند خدا باش صحبت کرد. چون اولین حرفی که عیسی مسیح زد این بود که وقت من هنوز نرسیده، تو از من میخوای که خدا بودن من نشون بدم ولی هنوز وقتم نرسیده. ولی برای اینکه احترام بذاره به مادرش این کارو، این معجزه رو انجام میده و فکر کنم به این دلیل بود. آره نکته جالبی رو اشاره کردید. بله خب ما میدونیم که عیسی مسیح حقیقتا اون موقع هنوز اون خدمتی رو که مد نظرش بود آغاز نکرده و ولی از طرف دیگه هم همینطور هستش. شما منو میبینید برای صحبت بکنم؟ صدای من هستش و تصویر شما از اینجا. ولی مطلب اینجاست که عیسی مسیح از طرف دیگه هم داره پیغام میده که مریم یک بنده است برای خدا نه یک مادر. بله او مادری بود که مسیح را به این دنیا آورد، خیلی هم محترم هستش، ولی از طرف دیگه عیسی مسیح بود که مریم را خلق کرده بود. چون اگر ما انجیل رو بخونیم یا کتاب کولسیان رو بخونیم می‌بینیم که خدا دنیا را آفرید، همه چی به وسیله عیسی مسیح و برای عیسی مسیح خلق شد. یکی از اون کسایی که به وسیله عیسی مسیح خلق شد شمایید. یکی از اون کسایی که به وسیله عیسی مسیح خلق شد مریم بودش. پس عبارت ای زن ما می‌بینیم در وقتی که از مردگان زنده میشه میگه ای مریم، به مریم مجدلیه، به معنی توهین نیستش بلکه پیامی که هست. خب راجع مریم صحبت کردی فکر کنم تقلب رسوندم، ولی مادران دیگه هستن که نمونه هستن تو کتاب هست. ما وقت کمی داریم، اگه میشه یکی از اینا رو یا مریم راجع بهش صحبت کنیم خوشحال میشیم. خدا رو شکر مریم یک نمونه خیلی عالیه برای یک مادر و چطور عیسی مسیح مادرش احترام میگذاره حتی به عنوان خدا، ده حتی روی صلیب او رو فراموش نکرده و مادرش رو به یوحنا میسپاره و تشخیص میده، میدونه که مادرش قلبش شکسته، مادرش دردمند هستش که ببینه فرزندش داره مصلوب میشه و داره میگه که ای مادر تو رو به یوحنا میسپارم و یوحنا این مادر، یعنی یه جورای جایگزین میکنه خودش رو. ولی من مادر نمونهی که بهش فکر میکردم اون زن کنعانی بود. تو انجیل متا باب 15 انجیل مرقس هم میبینیم که این زن کنعانی یه دختری داشت که دیو زده بود و میاد نزد پاهای عیسی
و اینقدر به عیسی مسیح التماس میکنه، عیسی مسیح اصلا بهش توجه نمیکنه و اینقدر شاگردان بهش میگن بابا به این توجه کن، اینقدر داره التماس میکنه، داد و داد میکنه، حرفش اقلا گوش کن. و بعد عیسی مسیح میگه که جایز نیست که نان فرزندانو بیان به سگ ها بدن. اونجا عبارت سگ یعنی چی؟ یعنی که نجس، چون اونا کسایی که غیر یهودی هستن رو نجس میخوندن. هدف عیسی مسیح بی احترامی نبود، بلکه عیسی مسیح داشت یک حکم دیرینه رو یا یک نجس بودن یا یک فرهنگ آفای مرسی، فرهنگ اشتباه یهودی ها رو داشت اون موقع رو داشت برملا میکرد. پس بهش گفتش که شفا نان فرزندانه، یا شفا باید اول اون برکت رو برای قوم اسرائیل داده بشه. ولی این زن، این مادر انقدر مصر بود برای فرزندش که گفتش که همون خورده ها رو، همون یه ذره خورده ها رو اگه به من بدی، یعنی اگه یه ذره به من نگاه کنی، اگه یه ذره دعای منو بشنوی، حتی یه ذره منو به حساب بیاری، من بچم خوب میشه. و عیسی مسیح این ایمان مادر رو دید. و میخوام واقعا در این آخر، میدونم وقتتون کمه، در این آخر فقط میخوام تشویق کنم مادرانو که ایمان داشته باشید، مطمئن باشید که خدا دعاهای شما رو شنیده. و میدونم خیلی مادرها دل شکسته هستن الان، آرزوی عزیز زنگ زدن، دعا میکنم براتون که آرزو جان که بهترین خونه رو و این مشکل مالی حل بشه، چون مادر هست، فرزندان داری و به فکر اونا هستی. و مادرانی هستن شاید برای بچه های معتادشون دعا میکنن، شاید مادرانی هستن که به اجبار مجبور شدن که بچه هاشون رو نابود کنن، از بین ببرن تو رحمشون، و این چقدر دل منو به درد میاره. ولی میخوام تشویق کنم که ایمان داشته باشی به خدای رحمت، به خدایی که تاج زیبایی بر سرتون میذاره، خدایی که گردنبند جواهر به گردنتون میکنه، بهش ایمان داشته باشی، خدایی که صداهاتون رو میشنوه و میخواد شما رو شاد کنه و بهترین رو بهتون بده و اون لعنت هاتون رو برداره و شما رو شاد کنه. آمین. این دعای آمین. آمین. خیلی دعای قشنگ کردید. ما حتما برای مادر عزیز دعا میکنیم و میدونم که خداوند ما وفادار. مرسی نازنین جون که با ما بودید و هستید، خدا برکت تو بده. چقدر زیبا رو صحبت کردی، شما رو میبوسم از راه دور. عزیزان میریم با هم دیگه پرومو نگاه میکنیم که این هفته ببینیم در شبکه محبت چه خبره، برمیگردیم برنامه رو تمام میکنیم. ما باشیم. بله، پرومو رو نگاه کنیم با هم دیگه عزیزان اگر میشه. با دنبال کردن کانال یوتیوب شبکه محبت میتونید به آرشیو برنامه های مختلف و متنوع ما دسترسی پیدا کنید. برنامه های مختلف پرستشی، هنر و موسیقی تا کلیسای خانگی و برنامه های تعلیمی با موضوعات مختلف، از تعلیم کتاب مقدس و زندگی مسیحی گرفته تا موضوعات اجتماعی، زنان، کودکان و روانشناسی بهره‌مند شوید. ما همچنین اینجا هستیم تا در برنامه‌های زنده صدای شما رو بشنویم، برای شما دعا کنیم و دست در دست با شما همراه شویم. به یوتیوب شبکه محبت برید، سابسکرایب کنید تا هیچ کدوم از برنامه‌ها رو از دست ندید. بله بله، شبکه محبت همچنان برنامه‌اش ادامه داره. خادمین مجربی در این شبکه خدمت می‌کنن، ایرانی و غیر ایرانی، و دعا می‌کنم که واقعاً این شبکه باعث برکتتون است. رانا جون خیلی زیبا دارم می‌نویسن، حیف اومد. من اینو می‌خواستم بنویسم تو برنامه، بعد دیدم که شاید وقت کم بیاد، داشتم این مطلبو.
ولی خیلی زیبا گفتید، من میخوام بخونم بر اساس اون چیزی که دارم میگن شما برکت بگید. کجا رفتید؟ بله، میگویند که بله، جان راستین نویسنده انگلیسی مینویسد در آثار من اگر هنر شایستگی میبینید، اینو اتفاقا ابراهام لینکلن هم میگه، در آثار من اگر هنر شایستگی میبینید بدانید که آن را مدیون مادرم هستم، مدیون مادرم هستم که وقتی کودکی بیش نبودم هر روز قسمتی از کتاب مقدس را برای من میخوان و مرا بر آن داشت که تا هر روز آیه را از بر کنم، حفظش کنم. چه خوبه ها؟ این گفته ها، این شهادت ها زیاد هستن، شما برید بگردید در گوگلش کنید ببینید که راجع مادرای مهسا مسیحی که تجربه ملاقات با خدا رو داشتن این گونه شهادت ها رو فرزندانشون میدن، خودشون میدن که چگونه خدا از اونها استفاده کرده و میکنه. واقعا ما افتخار میکنیم به مادرها، من خودم خوشبختم که مادر خانمم خودم تعمید دادم، مادر خودم خودم تعمید دادم، نازنین جان دارن خدا رو خدمت میکنم، مطمئنم که عروسهای ما، دختر ما میتونن جز مادرای خیلی خوب باشن و این دعای ما برای تک تک شما است. خب دوستان عزیز، هفته آینده برمیگردیم، من برنامه‌ام ادامه داره به فیض خداوند در شبکه محبت و ممنونم از مدیریت که اجازه میدن که در خدمتشون باشیم، در خدمت شما باشیم. میخوام راجع به نقش ایمان ما در ملاقات با خدا صحبت کنیم، این خیلی مهمه. ما چند بارم اشاره کردیم در حین برنامه که چقدر تأثیر داره که کسی خدا رو ملاقات کنه. یک ماه بیشتر ما برنامه هم راجع ملاقات با خدا بود و میخوام که واقعا مادران و پدران داشته باشیم. من علل خصوص با ایمانداران مسیحی صحبت بکنم که خدا رو ملاقات کردن، خدا رو چشیدن، خدا رو لمس کردن، تجربه کردن، با او در ارتباط هستن. من در طی این سالا که مسیح بودم مادران و خواهرای خیلی خدا ترسی رو دیدم که چگونه خدا دوست داشتن و باهاشون در ارتباطم هستن، اونایی که در قدرت هستن و میتونن حالا مؤثر واقع بشن، نه برای خودشون بلکه برای جامعه خودشون، برای کلیسای خودشون. افرادی که مثل ملکه استر میتونن تاثیرگذار باشن در ایران عزیز. میدونم که متاسفانه خیلی از وقتها جامعه به شما بدی گفته، ولی خدا شما رو دوست داره، شما رو برکت بده. تا هفته بعد که هم گریم در خدمتتون باشیم، مواظب خودتون باشید.